با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از خانم مهربونی که تلفن رو جواب میدن. من 35 سالم از همین امریکا تماس میگیرم، ایالت های بالایی شما هستم. یعنی به ما میخواید فخر بفروشید که ایالت های بالایی ما هستید؟ بله دیگه. بعد گفتی چند سالتونه؟ ببخشید، من 35 سالمه. چه مدتی از امریکا هستی؟ 5-6 ساله تقریبا. آره چند ما دیگه میشه 6 سال. قبل از اونم 3 سال ترکیه بودم. پناهنده هستیم، پناهنده مذهبی. بعدش قلبم داره تون تون میزنه. اسم بیماری باید بزنه. صبر کنید، اگر نزنه خطر اگر نزنه هست که خطرناکه خانم. معمولا حالا خوبه من اولین نفر نبودم بخوام صحبت کنم. اولین نفر که داشت صحبت میکنم من دستم هم داشت میلرزی. به هر حال وقتی که شما با موجود ترسناکی روبرو میشید قرار هست که این گونه باشه. حالا من بگید شما نخیر نخیر. هیجان یعنی خطر بی خطر. تفاوتش با ترس یه چیز دیگه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم. با اون که شما با چند نفر آمدید، با کیا آمدید عزیز؟ راستش من با همسر سابقم اومدم. 2 سال پیش جدا شدم، ولی خب خواهرم اینجاست، برادرم ونکووره. و اینکه آره دیگه همینا. اوکی. نه، شما 6 سال قبل که آمدید با همسرتون آمدید؟ بله بله. و چه مدت بعد 4 سال بعد جدا شدید، درسته؟ بله تقریبا، ولی 7 سال تو اون ازدواج بودن. اوکی. و فرزندی دارید یا نه؟ نه، من تایپ 1 دارم و هیچ وقت هم قصد ندارم که بچه دار بشم و این بیماریمو بدم به کسی. اوکی. به من بفرمایید که با همسرتون که ازدواج کردید قرار بر این بود که صاحب فرزندی نشید یا ایشون نمیدانستن؟ راستش آقای دکتر صحبتی راجع به این مسئله نکرده بودیم هیچ وقت. من خیلی اصلا بدون آگاهی و با هم دوست بودیم، ولی خب من تازگی ها فهمیدم که مثلا قبل از ازدواج بعد راجع به این مسائل صحبت کرد و اصلا راجع به اینجور مسائل صحبت نکرده بودیم. بعد یکی دیگر دلایلی که من نمیخواستم با ایشون بچه دار بشم، اعتماد نداشتم که ایشون بتونه از پس هزینه های زندگی به تنهایی بر بیاد، چون من همیشه کار میکردم تو زندگیم با ایشون و مطمئن بودم اگه یه روز من کار نکنم ایشون نمیتونن از پس هزینه های زندگی بر بیان. چه خوندی چه میکنید عزیز؟ من ایران هنر خوندم، نقاشی، ولی خب اومدم اینجا دیدم به دردم نمیخوره، سویچ کردم توی بیزینس. الانم دارم دیجیتال مارکتینگ برای بچلر میخونم و دیگه ببینم عمرم و توانم و اینا تا کی ادامه میده که بخوام برم بالا. اوکی. حالا برای چون از همسرتون جدا شدی تو اینها موضوع منتفیست، برای چی لطف کردی تلفن کردی؟ من بخوام اسم بیماریمو با کلاس بگم یکم هیجانم داشته باشه برای شنونده ها. ترامیکوتولا دارم یه همچین چیزی. بله. ولی اسم راحتشو بخوام بگم، من موهامو شدید میکنم و بخوام بهتون دقیق بگم 23 سال این کارو میکنم، هی کم و زیاد میشه، هیچ وقت به طور کامل فقط تو عمرم میتونم بگم یه هفته من تو از این 23 سال مو نکندم. حالا دستب کنیم، شما موی فقط سر یا موی ابرو و موژتون هم میکنیم؟ فقط موی سر، فقط موی یه قسمت بالای سرمه و گیری هم هست که میپوشونمش، یعنی میتونم بگم کامل. مخصوصا پارسال دسامبر کامل خالی شده بود، یعنی سفید شده بود، یه چیز وحشتناک. و خیلی هم لذت میبرم از این کار. اوکی. شما اولا پیچ بهتون پیشنهاد کردن که برای یه مدتی موی سرتون رو نه تنها کوتاه کنید، حتی تیغ بکشید که اصلا مو نداشته باشید، یه کلاهی چیزی سرتون بذارید. تیغ که نه، ولی تا سن 18 سالگی موهام کوتاه بود، ولی بازم میکندم. نه خب یعنی فقط کافیه یه سانت مو باشه آقای دکتر. نه من نمیخوام یه سانت مو، نمیخوام یه میلیمتر مو باشه. نه اون کار هیچ وقت نکردم. موهامو چرا سانتی کوتاه کردم؟ نه چرا نکردید؟ موهامو دوست دارم، موهام قشنگه. یعنی چی شده؟ موهاتون قشنگه؟ شما حالتون خوبه؟ یعنی میگین کشن کنم؟ حرفم این است که نه اصلا میگم هیچ وقت بهتون پیشنهاد کردن که 6 ماه شما بیاد
کاملا موی سرتون رو هفته یه دفعه اصلا ببرید، مزینه که مثل که شیو میکنن پاک کنید، هیچ اصلا بله بله دستتون بگیره نگیره. حالا بهتون نه پیشنهاد نکردن و نکردید، خب بهتون نه هیچ به وقت گفتن پیشنهاد که زمینه، نکردن. نه بهتون گفتن زمینه استراب و وسواس و افسردگی دارید، قرصی چیزی بهتون بله دادن؟ راستش من بخوام بگم آقای دکتر، من 5-6 سال فهمیدم این بیماریه. تا قبل از اون فکر میکردم این کار بدیه که من خودم میکنم و هیچ وقت براش دکتر نرفته بودم، چون سن کمتر که بودم، همون 13 سالگی وقتی مامانم فهمید، سالای اول منو برد پیش یه دکتر زیبایی، چون من به مامانم نگفتم موهام میکنم، او فقط دید داره خالی میشه و فکرم موهام میریزه، منو برد پیش یه دکتر پوست و مو، دکتر گفت نه دست از به موهام، دید مثلا داره در میاد سفت، مثلا خالی خالی نیست، گفت موهاشو میکنه، نکن دخترم. همین شد، ما از مطب اومدیم بیرون، مامانم هم همش میگفت نکن نکن، ولی دوست دارم نکنم، ولی این کندنش خیلی بهم لذت میده. نه چه لذتی میده؟ نوع لذتش چی عزیز؟ چون ببینید یه زمانی هست که شما دردش صبر بهم لذت میده، خب آره این دیگه، رو برای که میکنم اون ریشه که میاد بیرون چند دقیقه با اون ریشه بازی میکنم، بعد اگه مو یکم ناهموار باشه اون ناهمواریش به دستم خیلی لذت میده تاچ کردنش. آره خب حالا بعد من پارسال دسامبر که موهام خالی شد، یعنی یه چیز وحشتناک بود دیگه، زنگ زدم با یه خانم مشاور خیلی خوبی همینجا نزدیک خودمون صحبت کردم، خانم کمکم کرد من بفهمم اصلا مشکلم چیه. به من گفتن من OCD حاد دارم، ولی هیچ وقت نتونستم باهاش استاب بکنم میکندنمو، و بعدش من رفتم خودم همین جوری با یه مشاور، با یه روانپزشک امریکایی، خانم مشاور ایرانی بودم، با یه روانپزشک امریکایی وقت گرفتم، به من قرص سرتالین یه همچین چیزی دادن. هفته اولی که من خوردم شدید میل منو اصلا قطع کرد، خیلی عجیب بود برام، یعنی حتی تو اون یه هفته من یه بارم یه دونه مو کندم اصلا هیچ لذتی برام نداشت، ولی بعد از یه هفته با اینکه کماکان من دارم هر روز قرصا رو میخورم ولی هنوز مو میکنم، خیلی کم شده. خیلی نه آخه چرا نرفتید بدیم. برای دکتر بگید هفته اول این گونه و هفته دوم دو تا کاریشون؟ بهش گفتم یکم دوز قرصامو زیاد کرد، 50 میلی گرم میخوردم کردش 100 میلی گرم، بهم گفت تا 200 هم برو بالا، من الان یه هفته است تا 200 رفتم بالا، ولی راستش هنوز میکنم. آخه بعض قرص نه، اون گزارش رو باید بدید، برای که احتمالا قرص دومی هم بهتون میدن. آها حالا درسته، اینو نمیدونم. بنابراین ببینید شما مشکلتون مشکل رفتاری که نیست عزیز، مشکل شما یک نوع وسواسی است که از طریق اون به یه آرامشی میرسید، یعنی هم دور بله گفتید. دقیقا همینطوره. خیلی خب، و اون همینجد بود ازتون پرسیدم، چون ببینید لذت انواع داره، شما یه چیزی میخورید خوشمزه است یه لذت داره، موسیقی میشنوید یه لذت داره، یه عزیزی رو میبینید یه لذت داره. خواستم ببینم شما چه لذتی از کندن این پیدا میکنید، به چی میتونید نزدیکش کنید یا توصیفش کنید؟ من از تاچش خیلی لذت میبرم. نه آخه چه لذتی؟ بهم آرامش ببین. میده. نه فقط مسئله آرامشه، من میخوام به شما بگم شما لذت نمیبرید. میده. ببینید عزیز، ماجرا لذت نیست، ماجرا این است که در مغز شما فعل و انفعالاتی صورت میگیره که شما رو آروم میکنه، یعنی این یه راهی است که شما پیدا کردید. خب برای آرامشتون هم از طریق دارو میشه این کار کرد، هم میشه از طریق ریلکسیشن این کار کردم، از طریق هیپنوتیزم، یعنی راه های دیگری هم وجود داره که میشه به این موضوع حمله کرد و اونو تا حدودی درستش کرد. بفرمایید شما از نظر خانوادگی زمینه استراب و وسواس و اینها رو چند اندازه در خانواده پدری و مادری داشتید؟ آقای دکتر راستش کسی دکتر نرفته که بخواد تشخیص مثلا حرفه‌ای روش داده بشه، ولی من خودم فایل استراب و وسواس شما رو که گوش کردم فهمیدم مثلا بابام OCD داره، چون اونم روی سری چیزای خیلی منظم و حساسه. خشم که 100% تو خانواده و فامیلی و اینا همه هست، و اینکه من مادر بزرگم راستش یه بیماری خیلی سال پیش گرفتن، الان فوت کردن، ولی خب چون خیلی قدیم بود هیچ وقت تشخیص درستی روش ندادن، و من فکر میکنم میگفتن افسردگی گرفته بعد از زایمان، چون فقط یه گوشه مینشست با خودش صحبت میکرد،
و من فکر میکنم شاید مثلا یه لول چون پرخاشگر نبود، خیلی آروم و مهربون بود اتفاقا، یه لول خیلی آروم و ملوه می شاید چیزو داشته داشته بوده، اسمش چه، اسکیزوفرنی، نمیدونم من چون هیچ تشخیصی ندادن. نه با من آخه نه صحبت کردنه نیست. نه ولی اون نه که متوجه هستم تشخیص نیست، ولی هیچ کسی که رفتار عجیب و غریب دیگه ای داشته رو شنیدید؟ نه اینطوری، ولی خب میگم خشم بوده، نه رفتار اعتیاد بوده و هست تو فامیل. بنابراین ببینید عزیز، شما اون زمینه رو دارید. حالا خودتون 8 سال اول کودکی تو رو چگونه توصیف میکنید؟ یعنی چه خبر بوده در کودکی شما؟ شما الان چند تا خواهر برادرید شما؟ من بچه پنجم و بچه آخرم، 2 تا خواهر بزرگتر دارم، یه برادر و یه خواهر، یه سال از خودم بزرگتر. فاصله با خواهر بزرگترم 9 ساله، با دومی 8 ساله و با برادرم 4 ساله. و 8 سال اول کودکی راستش چیز خاصی یادم نمیاد، فقط خب یادمه با خواهرم بازی میکردیم. نه بازی نه، چیزی که آسیب باشه، مسئله جدی باشه نداشتی؟ داشتی؟ نه من اصلا هیچ برخورد اونجوری نداشتم، خیلی شیطون بودم. و یه بارم یه بار که رفتم پیش خانم مشاور، به هم گفت خیلی شخصیت لیدر و رهبری داری، که اینو خودم حس میکنم دارم و اصلا دوستش ندارم، چون همیشه باعث میشه خیلی مسئولیت بیاد رو دوشم. یکی از دلایلی که جدا شدم از همسرم این بود، چون تمام بار زندگی رو دوش من بود و خیلی خسته بودم از زندگی کردم باهاشون. و حتی هنوزم خیلی از آواجان دارم سر طلاقم، چون من جدا شدم و همش میگم خب مثلا من شب هم میموندم مثل بقیه تحمل میکردم. یعنی چی؟ چرا باید میموندید؟ مثلا چرا باید میموندید مادر ایشون میشدید و یا پدرشون براشون شرایط زندگی رو فراهم میکردید؟ چون اوایل که جدا شدم همه فکر میکردم مثلا من یا ایشون خیانت کردیم، که اصلا حالا نفهمیم. حالا چه اهمیت داره که مردم چه فکری میکنن؟ آره نمیدونم از اوجم، ولی واقعا از زندگی باهاش خسته شده بودم، از اون همه مسئولیت. کرای خونه رو من با کار میکرد، من به حساب مالیش دسترسی داشتم، ولی حتی آقای دکتر تا بعد از طلاق فهمید ما چقدر بیمه ماشین میدیم، یعنی تا این حد اصلا از هیچی خبر نداشت. فقط کارخانه خواب بود، میرفت سر کار میومد خونه، پا سوشال مدیا بود یا بازی میکرد با ایکس باکس و میخوابید. حتی خرید بیرونم اصلا نمیکرد، خرید بیرون، قبضا، کرای خونه، هندل کردن ماشینا، همه چی با من. نه متوجهم عزیز. به هر جهت هست که بسیاری نمیرن ازدواج کنن، میرن مادرشون رو پیدا میکنن یا پدرشون رو یا دخترشون رو یا پسرشون. حالا اون که گذشته، الان اگر دلیلی که لطف کردی تلفن کردید، معلومه که شما حالت شدید استراب و وسواس و افسردگی و حالا به من بگید چه اندازه فکر کنید یه خشم کوبنده ای هم دارید یا ویرانگری که ممکنه کار دستتون بده. آقای دکتر راستش زیاد عصبانی نمیشم، خیلی آرومم، ولی خدا نکنه عصبانی بشم. یعنی خشمم زیاد، یعنی ما باید به خاطر عصبانی شما به خدا پناه ببریم؟ آره دیگه، یعنی وقت... تنها پناهش اونه. خب اگر عصبانی بشید عصبانی میشید چیکار میکنید شما؟ داد میزنم و خیلی بدنم میلرزه، داد میزنم و حالا شاید مثلا یه سری فوشای خیلی ساده بدم، چون زیاد فوشای خیلی بد و خفنم بلد نیستم. خب اونا رو یاد بگیرید حیفه برای که شما اینو به اوج بنابراین شما باید کامل کنم. خب بنابراین به نظر من ازم شما دو تا کار رو میتونید انجام بدید. از یه طرف واقعا میتون رو کوتاه کنید، از جانب دیگه با یه دستگاهی که مثل سرتون رو اصلا ببندید که امکان دسترسی نداشته باشید و بتونید با این وضعیت مبارزه کنید. در این حال هم دارو شما رو آروم بکنه، هم میتونید یاد بگیرید از طریق ریلکسیشن و هیپنوتیزم این کار رو بکنید، یا حتی برای مدت کوتاهی اگر در شهرتون نورو فیدبک هست، یه مدت کوتاهی نورو فیدبک میتونه کمکتون کنه. یعنی اگر به این موضوع حمله کنید و مراکز یا مرکزی که در مغزتون هست رو ذره آروم کنید، این میل به این در حقیقت رفتار اجباری در شما خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه. و بعدم اشکال کار اینه که متاسفانه با گذشت زمان به بقیه جاها
تسری پیدا میکنه و با خودش افسردگی رو و عصبانیت خارج از اداره و کنسول و اینا رو براتون به وجود میاره و میتونه کار دستتون بده. بنابراین به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنید و بعدم به مدت 6 ماه اینکه واقعا هفته یه دفعه برید اصلا یه سلمونی سر شما رو بتراشه که اصلا موی در دسترس نباشه، به نظر من فکر بدی نیست. بعدم یه کلاه درسته. میذارید سرتون، یا حتی فرض کنید میتونید از این موهای مصنوعی بگیرید بگذارید، چون نه اونو میکنیدش نه براتون اون احساس خوب رو به وجود میاره. یعنی مثل بسیاری از عزیزانی که به خاطر شیمی درمانی به هر حال موهاشون از دست میدن و بسیار هم در جامعه عادی و معمولی هست و برام تازه اصلا نباشه عادی و معمولی که خوشبختانه هست، میتونید 6 ماه این گونه زندگی کنید. یعنی یه مبارزه از این قبیل را داشته باشید برخی از اوقات اثر میکنه. بعدم با متخصصینی که مقدار تو کار OCD کار کردن و خوشبختانه اخیرا این مقدار پیشرفتهایی هم شده، میتونید سرچ کنید ببینید که چی میتونید پیدا کنید. شاید حتی یه زنگی هم بزنید به دفتر رادیو، من حالا با مهناز خانم صحبت میکنم که یه نفر بهتون معرفی کنن، شاید بتونن یه توصیه هایی بهتون بکنن که از نظر روانشناسی و یا روانپزشکی که بتونه کمکی در این زمینه باشه و شما رو از این کاری که میکنید، از این وسواسی که دارید دور نگه کنید. درسته. آقای دکتر برای نورو فیدبک من باید از روانپزشکم بپرسم یا نه خودم نه نه بپرسم؟ نه برای نورو فیدبکتون شما گفتید تو کانادا هستید درسته؟ نه من ایالت امریکا واشنگتن هستید؟ هستم. ها بله باشه. بله نه 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 احتیاجی نیست. ببینید مراکزی هستن که مخصوصا برای ADD و ADHD کم بوده توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، مراکز نورو فیدبک بیشتر اونجاست. بنابراین اگر اون مراکز رو که مثلا فرض کنید در شهری مثل سیاتل و اینها هست میتونید پیدا کنید. ضمن میتونید با آقای دکتر محمدی در لس آنجلس تماس بگیرید، چون برخی از اوقات این مراکز رو میشناسن و میتونن بهتون معرفی کنن و بعدم با دادن یه تست تووا تکلیف رو مشخص میکنید که گرایش های دیگری که در شما هست علاوه بر اضطراب و افسردگی و وسواس شاید موضوع های دیگری هم باشه مثل بیش فعالیتی، چون یه علائمی از هایپر اکتیویتی رو هم من در شما اینو یکی یا از معلمان به هم یه بار گفت، یا تنها کسی بود که یه بار به هم گفت. بله به نظرم یه ذره بیش از اندازه است، میزان انرژی شما یه مقدار بیش از حد و اندازه است و خود این یه مقدار مسئله آفرینه شما. بله من حتی خوابم هم کمه، مثلا با 5 ساعت خواب من اوکی رو فرمم. خب حالا به من بگید آیا خودتون احساس میکنید که برخی از اوقات حال روانیتون موج میزنه، یه روزای خیلی بهتر یا یه روزای بدتر از روزای دیگه هستید؟ راستش بالا پایین زیاد نمیشم، ولی مخصوصا مثلا حالا وقتی که مزدوج بودم من سر مسائل مالی خیلی استراب میگیرم، دلشوره میگیرم، یکم خودم از لحاظ مالی اوکی هم، ولی همسر سابقم که هی بالا پایین میشه یا مثلا بعضی وقت پول میخواد به من زنگ میزنه، همش نگرانش میشم، میگم خب گناه داره، من ولش کردم، من طلاق گرفتم، نمیدونم اینجوری میشم. نفهمیدم فقط یعنی استراب چی میگیرم. من نه آخی یعنی چی عزیز؟ شما با یک کسی ازدواج که جدا شدید بعدن شما ارتباط هزینه‌ای او به شما چه ارتباط داره؟ برای آدمی که میتونه کار بکنه و زندگیش رو بگذرونه چرا نمیکنه؟ کار خب شما میکنه ولی هزینه هاشو مدیریت نمیکنه، یعنی خب شما چه میدونه مربوطه؟ چقدر پول تو حسابشه، فقط میره کارت میکشه. یعنی چی؟ شما میخواید چه جبران کنید؟ بعد از جدایی شما هنوز به دلیل اینکه من جدا شدم مثلا باور نمیکنم. خب ببینید دنیایی رو شما میبینید که واقعیت نداره و خب همین هاست که یه نوع خشم کوبنده ای رو در شما به وجود میاره. احساس گناه برای چی؟ من وقتی احساس گناه باید بکنم که کاری رو به عمد بد علیه دیگری کردم. شما چه کاری رو به عمد علیه کسی کردی؟ شما یه ازدواج نه کردی؟ اتفاقا هیچ کارم نکردم، اتفاقا همیشه خب هم پس شما کمکش کردم. خب نه آخه دلیل نداره این وضع ادامه بدید. آخه یه آدمایی مثل شما هستن که بقیه از کار میاندازن عزیز. من به همین جهت که تو برخی از وقت گفتم بدترین خیانتی که پدر و مادرم تو هم بکنن است که فرزندانشون از کار بیاندازن.
شما یه آدمی که قرار زندگی خودشو بکنه، به گفته شما مدیریت پولاشو بلد نیست، همینجوری میره پولاشو خرج میکنه، وقتی پول کم داره یا نداره به شما مراجعه میکنه و شما میدید علت چم این است که من از اون جدا شدم. چه ارتباطی با هم داره؟ یعنی ببینید وقتی که ما جهانی رو تصویر و تصور میکنیم که واقع بینانه نیست، عاقلانه نیست، حتی منصفانه نیست، مهربانانه نیست، تا این حد، خب وقت انتظار داریم که جوابی که میگیریم، نتیجهی که میگیریم خوب و درست باشه. نکنید عزیز، یه مقداری یه کمک بگیرید، اصلا چون یه مقدار باورهای عجیب و غریب دارید، اعتقاداتی دارید که اصلا پایه و مایه نداره، همینی که کارهای عجیب و غریبی هم میکنید که موی سرتون رو میکنید و از اون طریق احساس آرامش میکنید. خیلی با اینکه مثلا هزینه های زندگی خودم، حالا فکر کنید شما تو امریکا میدین برای هزینه های بیمه چه جوریه، من پمپ دارم، هزینه های زندگی ماهانه خیلی زیاده، یعنی چیز کمی نیست باید هزینه بکنم تا بتونم زندگی بکنم و زنده باشم، ولی خب با همون درآمدم خیلی قشنگ مدیریت میکنم پولمو. حالا خب من حرفم این مدیریت میکنید، لطفا در این مدیریت به کسی پول ندید، چون هیچ دلیل نداره، با این کارتون بیشتر آدم رو از کار میاندازی، تو بهشون آسیب میزنی تا مفید باشی، بعدم بی خودی روابط عجیب و غریبی رو باور نکنید. بنابراین شما یک به دفتر تلفن کنید، من الانم تلفن میکنم میگم، یک دو اینکه واقعا فکر تراشیدن سرتون رو به مدت 6 ماه بکنید که دسترسی نداشته باشید، سه داروهایی که برای آرام کردنتون استفاده کنید، 4 ببینید میتونید از طریق نورو فیدبک مقداری برای این نوع استراب و وسواستون کمک بگیرید یا نه، چون خیلی از اوقات کار میکنه. به هر حال امیدوارم، واقعا امیدی هست بعد از این 23 سال عادتی که من دارم بتونم کاملا ترکش کاملا کنم. حتما حتما اگر یک کمی گوش به حرف بدید تو برای خودتون یه دنیای عجیب و غریبی نسازید. چشم، حتما. آقای دکتر شما دفتر رو بهم میدین؟ حتما از 310 بله 441 بله 5111 51 11. دستتون در نکنه. بعد یه سوال دیگه داشتم، میتونم ازتون بپرسم؟ بفرمایید. من برای درس خوندنم خیلی مضطرب میشم، یعنی دنبال این نیستم که نمره بالا بگیرم، حتما A بگیرم، ولی حتما تکالیفم رو سابمیت بکنم، پروژه گروهی که داریم اگه یکی دیر بکنه من خودم میشینم تمام کارا رو انجام میدم، مثلا میگم کار من عقب نمونه، من درسم عقب نشه. آخه شما اندازه ها رو رعایت نمی کنید عزیزم. شما اولا استرابتون معلوم استراب فراگیره تو این زمینه آمده، بعدم اصلا خودتون رو یه گوری مسئول و مقصر همه این کارا میدونید، جایگاهتون تو خانواده به شما گفته هم تو نمیدونی هم نمیتونی، هم تقصیر جنگ جهانی اول دوم هم شاید با تو باشه، شاید شما رو بدتون کنید از این پرت و پلاها خواهید گفت. نه عزیز، یه ذره سر عقل بیاید، واقع بینانه به موضوع نگاه کنید و بعدم تماس بگیرید، یک کمی بعد من بتونم با دفتر صحبت کنم که کمکتون کنن که شاید بتونید موفق بشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم آقای دکتر، عاشقتونم. نگفتم عقلت کمه، اونو میدونستم، و حال هم عقلت کمه هم خودت چلی. مرسی عزیز، مواظب خودت باش.